سلام. خیلی همون در دفتر کارمون یا منزلمون داریم یا از چیلر یا از اسپلیت استفاده میکنیم، نهایت بعضی از کولر آبی. توی دمای 50-50 خورده درجه مرکز کشور بعید میدونم این کولر را جواب بده. امروز میخوایم گفتگو بکنیم با کسایی که کار سیمپیچی موتور این کولر را انجام میدن و شغلیه که حداقل شاید تا 10 سال دیگه نباشه در بین ما و از اون شغلاییه که یواش یواش داره از بین میره، اما درآمد خوبی هم داره. بفرمایید اصلا گفتگو بکنیم با اوستای کار. آقا ساله چند ساله؟ من 38 سالم. باشه زنده باشی. خیلی نمیخوره، خیلی جمعتر میخوره، نمیتم گرم. آقا شغل سیمپیچی، بله، چی شد وارد این شغل شدی؟ من رشتم خب برق بود، الکتروتکنیک بود. بعد دوره کارآموزی که رفتم برای کارآموزی دیگه یه اوستای خدا خیرش بده گیرمون اومد که گفتش بمون دیگه، همینجور موندیم دیگه تو این کار، ادامه دادیم همین کارو. 4 سال شاگردی کردم، بعد 4 سالم که مغازه برای خودم زدم. برای خودت الحمدلله. زنده باشی. ما مغازه های سیمپیچی که تماشا میکنیم در سرکشه همشون مثل همه همشون به هم ریخته و نامنظم و نامرتب. چرا این تاثیر میذاره؟ یعنی آره تو روی همون تاثیر داره. چرا اینقدر بی‌نظمه مغازه؟ نمیشه جمع و جورش کرد. یعنی هر چقدر جمع و جور، من الان اینجا کل مغازه رو تمیز کنم از اول بچینم، کلا یه هفته تمیزه، بعد یه هفته دوباره هم. ما اومدیم بشنویم دغدغه ها، مسائل، مشکلات این شغل. حالا شغل سیمپیچ و سیمپیچی ها کلن خود احوال درآمدتون خوبه؟ خوبه الان. در قیاس با تجارت، یعنی یک کسی که تاجره درآمدش بیشتره یا یک کسی که سیمپیچه؟ مسلماً تاجره درآمدش بیشتره، چون شغل ما یه سختی کاری داره، بالاخره دردسرهای زیادی داره. از این ور هر چقدر کار کنی بعد 20 سال 25 سال باید خرج خودت کنی. یعنی آره. ولی الان خرج خودت میکنی؟ یعنی خب ببین، نه ظاهر نه، همون آرتروز گردن، دیسک کمر، نمیدونم پادر، کمر درد، بی‌حسی دستا، پا، همه این چیزا رو داره. مخصوصا ما که سری کار هستیم، سری کاری انجام میدیم، حجم کارمون زیادتره، این دردامون هم بیشتره. حالا خودت درده که آره درده. من الان احساس سوزش دارم هر شب اینجا، دستام یهو وسط کار عضلاتم میگیره. این درآمد واقعا حالا اینجوری آره. هست که درآمدش خوبه ولی از طرفی این دردسرام داره دیگه، مشکلات آره. اینجوری هم داره. یکی اینه، بعد یکی هم این که همکارامون الان، حالا متاسفانه الان ما خب سیم مسی میپیچیم، الان سیم آلومینیومی اومده، سیم آلومینیومی میپیچن، خیلی قیمت پایین‌تر، بعد مشتری هم نمیتونه اینو متوجه بشه که آقا این سیم مثل یه آلومینیومه. اون نگاه کنه قیمتش مشتری آره. پایین‌تره. قیمتو میاره پایین‌تر ولی اینو نمیگه، مثلا همکار به مشتری نمیگه آقا مثلا این موتور سیمش آلومینیومه، قیمتش پایین‌تره. میاد مثلا یه موتور کولر 1 کیلو 100 گرم، 1 کیلو 200 گرم سیم مسی میبره، ولی اون با 200 300 گرم سیم آلومینیومی که قیمتش نصف قیمت سیم مسی، یعنی یه چیزی هلوش 1/5 قیمت در میاد براش. اون وقت با 200 تومن ارزون تر میده به مشتری. مشتری هم دنبال همون 200 تومن ارزون است دیگه، نمیدونه که مثلا این سیمش آلومینیومه، کلا شاید یه سال یه فصل بیشتر براش کار نکنه. پس کار شما یه سری دست زیاده، بله. از دست زیاد شدن و اینها که بگذرین، بازار خراب کن هم هست، بله. کار شما که بله. متاسفانه بابتش دیگه این چیزا هست. آره. تا حالا شده به خود بگه بسته دیگه من این شغل رو؟ آره. شده واقعا؟ آره واقعا. چرا؟ آره. من حتی الان مثلا تصمیم دارم میگم مثلا سال دیگه شاید کار ادامه ندم دیگه. بعد 20 سال؟ آره دیگه. پاکش خوردی؟ آره. چرا؟ خب واقعا خسته شدم دیگه، هم دردایی که دارم، هم فکرم، هم یه خود مردم تو حساب کتاب اذیت میکنم، مشتریامون، همکارامون. آره خسته شدم واقعا. چند ساعت کار میکنی روزانه؟ تقریبا از 9 صبح تا 9 شب. خیلی ساعت. یک ساله. آره 12 ساعت. آره. بعد سر و کارتون هم با همین مثل دیگه. مثل آره. این چیز هست دیگه، یعنی خستگی میمونه تو تن. بله. شب هم شده که؟ شب هم که میریم خونه قور زن و بچه. آره. چند تا بچه داری؟ دوتا. دوتا بچه. ماشاءالله خدا بده. زنده باشه. پسر دختر؟ دوتا دختر. دوتا دختر.
حالا جدایی از این که دخترها برای خودشون تصمیم میگیرن زندگی تشکیل میدن و اینها، اگر پسر دار بشی دوست داری پسر این شغل بشی؟ نه، به خاطر همین دلایلی که گفتی. چون سلامت خانواده‌ام برای مهمه، این کارم یه کاریه که واقعا از نظر سلامتی به بدن ضرر میزنه. چجوری پیدا میکنی وسیله که میخواد؟ دیگه خودم میدونم هر چیزی کجاست، ولی آره یه خورده اذیت میشیم از این خود، اصلا روانمونم میریزه به هم وقتی اینجوری هستش که جنسامون کجاست، کجاست و اینا. آره. واقعا یه سوال حالا برمیگردم به زندگی شخصی و اینا، خانواده چی راضی هم از این شغل؟ الان نه، فصلایی که سر کار هستیم نه، صداشون در اومده دیگه. شلوغی آره. مثلا همین فصل یه 3-4 ماه شما درگیر کاری؟ بیشتر، شاید 6 ماه بکشه. یعنی از از برج 1 دقیقا شروع میشه تا برج 6. تو کار شما خب واسطه یا تاجر طبیعتا هست. بله. چجوری اوضاع احوال اونا؟ درآمدشون چطوره؟ ببین مثلا ما کار خود ما انجام میدیم، موتور سوخته رو میگیریم، سیمشو در میاریم، تمیز میکنیم، سیم پیچی میکنیم، جنسشو ما میخریم. سختی کار میاد. آره، سختی کار با ما، مثلا همه صفر تا صد کار ما انجام میدیم. ولی اون تاجری که میاد اون حسه موتور کوله رو برمی‌داره میبره پخش کنه، اون سودش با ما تقریبا یکیه. شما الان خودتون اون جایگاه قرار بگیری به نظرم درآمد خیلی. آره دارد. میتونیم مستقیم با مردم سر کار داشته باشیم، اما حالا فعلا بازارمون اجازه رو نمیده به ما. یعنی که بخوام محدودت کردن. آره محدودت. آره. شغل ما یه جوریه که تقریبا داره از بین میره، چون دیگه معمولا کولر آبی داره کم میشه، حالا یا به صورت جدیدتر الان موتورهای پی ان دی سی داره تولید میشه دیگه، از این حالت سیم پیچی و اینا تقریبا داره در میاد. ولی بالاخره سیم پیچی های موتورهای صنعتی و اینا هستش که بخوان ادامه بدن، ولی چون شغل ما مختص تقریبا کولریه، یه خود عمرش تقریبا رو به پایان. خیلی از مشاغل که توی دهه 60 داشتیم، توی 70 داشتیم که از بین رفته. آره، حداقل 10 سال دیگه کار هست. 10 سال دیگه. آره، 10 سال دیگه کار هست، ولی دیگه جایگزین. آره. میشن. بله. خواهش. دم شما گرم. زنده باشی. حالا موفق باشین. همچنین شما زنده باشی. سلامت باشی، قربان شما. زنده باشی. جناب برزگر، نکته‌ای که وجود داره اینه که در شغل تجارت آیا ما آسیب‌های روحی و جسمی داریم، یا مثلا شخص بعد از این همه سال کار کردن باید بره گردنش و کمرش و نمی‌دونم دست و پاشو عمل بکنه؟ واقعا اینجوری هست در تجارت یا نه؟ خیر خیر. چرا؟ چون که تجارت کاریه که فقط با فکر و بیان و اون هوش، اصلا به هیچ جای بدن آدم هیچ صدمه ای نمیزنه. حالا اگر جسارت نباشه، من خودم قبلا مکانیک بودم، الان آسیبا رو دیدم، هم آرتروز گردن گرفتم، هم تاندمای دستم کش اومده، هم کانالاش ضعیف شده که دیگه اصلا نمیتونم کار کنم با دستم. ولی از وقتی اومدم تو تجارت میبینم زمین تا آسمون با اون شغلم فرق کرده. اونجا اصلا هر چقدرم که من کار میکردم تا 10 شب 11 شب درآمدش محدود بود، اصلا غیر از درآمد انقدر خستگی داشت، انقدر آسیب بدنی دیدم، گیبوکس بلند کردم، سرتیرن باز کردم، پیچ کشیدم. الان آسیباشو دارم میبینم خودم. تازه من هنوز 25 سال کار کردم، نه اینکه بخوام بگم 30 سال یا 40 سال، ولی اون آسیبا همه هست. درست درست. ولی در تجارت نه، اصلا اینجوری نیست. آقا گوشیم زنگ میخوره، تامین کننده، خریدار، فاکتور میزنم، راحت به قول گفتنی که هیچ فشاری در اقل به بدنم نمیاد. آیا ما توی تجارت مرگی داریم؟ یعنی کار شما میمیره یا رو به موت برد؟ چرا؟ هرگز ما همچین چیزی توی تجارت نداریم. تجارت همیشه مثل یک آب رونده در جریانه که به اقیانوس میرسه. هیچ وقت همچین اتفاقی نمیفته. من خودم بارها اینو تجربه کردم. اگر ممکنه بالا پایین بشه، ولی هرگز مثلا بمیره نداریم اصلا. آیا در تجارت ما همچین چیزی داریم؟ یعنی یه نفر تاجره، 20 سال 30 سال کار کرده، و آیا ممکنه بگه آقا من خسته شدم از این شغل و میخوام بذارمش کنار؟ اصلا به هیچ وجه ما دربیدار. چون ببینید هر چیزی یک غایتی داره، یک کمالی داره. خب در شغل، تمام شغل‌هایی که ما توی بحث داریم، شغل‌هایی که داریم، در واقع تجارت شغلی هستش که دیگه حد اعلا و عالی بعد از اون نیست. چون کسی که داره تجارت میکنه
و داره درآمد خود درآمدش رو لمس کرده، به هر حال یک درآمد نامحدودی داره، وقتش آزاده، زمانش آزاده، و فکر نمی‌کنه که خب من تجارت رو بذارم کنار برم وارد شغل دیگه‌ای باشم، چون شغلش کمال همه شغل‌هاست. و این موضوع باعث میشه که در واقع اصلاً به شغل‌های دیگه‌ای فکر نکنه، اصلاً دغدغه‌ای اصلاً نداره در رابطه با این موضوع. در تجارت فصلی کار کردن مرسومه یا نه؟ نه خیر، اصلا تجارت اینجور چیزی رو قبول نداره، یعنی اصلا امکانش نیست. تجارت در نه شب داره نه روز داره، همیشه هست، فصلی هم نیست. من چندین کار تجربه کردم، همه کارها شاید فصلی باشه ولی تجارت اصلا فصلی نیست. ما نهایت تلاشیتون تجارت فقط وقت مخواد، وقت هم که شما هیچ موقع وقت نمیشناسه، یعنی هر موقعی که شما خواسته باشی گوشی تو برداری شروع کنی به کار، تجارت هست. نه صبحی میشناسه نه زوری. من همین امروز تو ماشین داشتم میرفتم با یک تاجر افغانی داشتم تجارت میکردم، با هم صحبت میکردیم، کارم میکردیم، به نتیجه هم رسیدیم، به پول هم رسیدیم. پس این وقت نمیشناسه دیگه، هر همیشه هست، نه زمستون نه تابستون نه هیچ. دقیقا.